گفتم از این به بعد هیچ کسی نباید زندگی شخصی داشته باشه. گفتم کسایی اینجا میمونن که بتونن روی این کار تمرکز کنن. الان یادت اومد؟ بله قربان، درسته. خب پس چرا؟ چون وقتش که برسه شاید واسه 6 ماه ناپدید بشی. ممکنه مجبور بشی توی خرابه زندگی کنی بدون اینکه کسی بدونه. گفتم ممکنه برای 3 ماه برید کشور دیگه ای و اونجا واسمون ماموریت انجام بدین. اینطور نیست سینان؟ همینطوره قربان. ببین چی میگم. میتونی با این کار کنار بیای؟ بازم بهش خوب فکر کن. نه، چیزی برای فکر کردن نیست. البته که کنار میام، شما شک نکنین قربان. والا من شک دارم، چون هنوزم دارم میبینم دنبال اون پرونده ای هستی که باعث اخراجت شد. یکم پرونده شخصیه، هنوز اون پرونده بسته نشده. تا اونا نبندم خیالم راحت نیست قربان. ببین سینان، خودت میدونی که دوست ندارم یه موضوع رو تکرار کنم. این آخرین اخطارم به توه. اگه یه بار دیگه... نگران نباشید قربان. فهمیدم جناب وزیر، قول میدم دیگه تکرار نشه. به هم قول میدی؟ عالیه. خیلی خوشحالم کنار اومدیم سینان. الان میتونیم برگردیم سر کارمون. یه اطلاعات جدیدی رسیده، میشه یکم به هم توضیح بدی؟ بله قربان، چند تا سر نخ هست. یه زن برای آخرین بار در مورد افرادی که قاچاق روسپی میکردن تحقیق میکرده. از همینجا داریم تعقیبشو میکنیم. خوبه، در این مورد گزارش روزانه میخوام سینان. بدون که آمریکایی‌ها خیلی دارن بهمون فشار میارن، همینجوری دارن واسمون خبر درست میکنن. اگه این ماجرا همینجوری پیش بره همه چی خراب میشه و این برای کشورمون خیلی بده. فوراً این کارو حل کنید. البته قربان، شما نگران نباشید. در ضمن سینان، میخوام خودم این پرونده رو از نزدیک بررسی کنم.